صلح و سلامتی خدا بر تک تک شما عزیزانم باد. آمین. سلامتی خدا بر شما مقدسینی که برای تقدس خوانده شده اید. باور میکنین که مقدسین هستین؟ باور میکنین که در حوزه قدوسیت قرار دارین؟ برای همین چه من اعلام کنم چه نکنم، سلامتی و صلح خدا بر روی تک تک شما هست، بر روی این فضا هست. خدا رو شکر برای خداوند ما، به خاطر کار عظیمش روی صلیب ما در حوزه قدوسیت و در نتیجه در حوزه سلامتی و صلح و آرامی قرار داریم. آمین. امروز روز خاصیه، روز زنه، و قاعدتاً باید در این روز به طور خاص بانوان عزیزمون و مقام رفیعشون در خداوند مورد تجلیل و بزرگداشت خاصی قرار بگیره. ولی از اونجایی که ما در زمانهای خیلی حساس و خاصی به سر میبریم، با مشورتی که با پاستور داشتم صلاح دیدم که در مسیری پیام خدا رو به سمتون برسونم که مختص این زمانهاست. آمین. و همینطور فکر کردم به اندازه کافی خدا رو شکر که این کلیسا از تعلیمات خیلی عالی از موعظات بهره‌مند بوده و به خاطر خدمت پرفیض خداوندمون که مقام عالی به زن داده، این مقام از طریق تعلیمات و موعظه به رسمیت شناخته شده، نه فقط از طریق تعلیم و موعظه. همین ایستادن من اینجا که دارم موعظه میکنم، تعلیم میدم، نشان دهنده اینه که همجنس آقایون پاستور آلبرت این مقام رو به رسمیت شناخته. نیست؟ پس برای آقایون این چنینی که مقام رفیع زن رو در عیسی مسیح خداوند به رسمیت میشناسن، عملا یه دست بزنیم. خدا رو شکر. و همینطور روز جهانی زن رو از طرف پاستور کلیسا و خودم به تک تک عزیزانم تبریک میگم. پیام امروز که مختص زمانیه که داریم توش به سر میبریم، تقدیم میکنم به بانوان عزیز سرزمینمان افغانستان و ایرانستان. آمین. باشه که باعث برکت تک تک عزیزان باشه. داستانی عزیزان وجود داره در مورد یه پیرمرد خیلی عجیبی که هر جا که میرفت مقداری روغن با خودش میبرد. به خودش میگفت شاید اگه تو در یا دروازه عبور کنم اون در و دروازه سفت باشه، به لولای اون در روغن بزنم تا بعد از این وقتی مردم وارد این در و دروازه میشن با مشکل برخورد نکنن. ما هم در این روزها عزیزان تقریبا خیلی از افرادو میبینیم، با مردمی مواجه هستیم که از شدت درد، آسیبهایی که در روح روانشونه، صدای ناله اونا مثل اون صدای درهای سفت و زنگ زده است. ناله اونا اونجوری به گوش میرسه، مخصوصا در این بحرانهای اخیر. حقیقتا به ذهن انسان نمی گنجه که این افراد در چه مصیبتهایی دارن به سر میبرن. در یونان میبینیم اخبارهایی که از هر فضایی، از هر رسانهی به گوش ما میرسه، در چه رعب و وحشتی، در چه دردهایی که اصلا حقیقتا نمیتونیم حتی خودمونو جای اونا بذاریم. خداوند ما در متی باب 24 میگه وقتی که این زمانها میرسه، وقتی این نشانه ها میرسه که این روزها خیلی شدید داریم با اون برخورد میکنیم، اخبار جنگ ها، زلزله ها، وباها در هر گوشه داره پدید میاد، قومی با قومی، مملکتی با مملکتی در تعارض و نفاق و جنگ، میگه وقتی اینا داره پدید میاد بفهمین که باید این پدیده ها پدید بیاد، چون آمدن خداوند نزدیکه. بعد گفته تازه اینا وقوع این همه چیزهایی که دارین میبینی شروع دردهای ذهه، یعنی شروعشه، خیلی شدیدتر میشه عزیزان.
که این کرونا ویروس یکی از همین نشانه‌های برجسته سناریو زمان‌های آخره که ما داریم می‌بینیم. در حالی که زمین نیکو خدا آبستن حوادث و شکستگی‌ها و دردهای خیلی زیادیه و این دردها داره افزونی میابه عزیزان، ما به عنوان فرزندان خدا دو تا راه حل داریم، دو تا راه حل بیشتر نداریم. اول اینکه با ترس و استراب که در خودمونه این ترس و استراب افرادو سنگین تر کنیم، یا اینکه از قول خدا سخن بگیم، وعده های خدا رو بلند کنیم، به بیانی و لولای قلب اونا قدری روغن بزنیم عزیزان. و هیچ روغن شفابخشی در این زمان ها مثل روغن شادی برای افراد و برای ما به عنوان کلیسا که گاهی ترس و وحشت رخنه می کنه وجود نداره. امروز شاید شما اینجا هستین یا کسایی که دارین میشنوین هم ترس از این ویروس ناگهانی که اومده هست، هم شاید از قبل آلامی رو دارین با خودتون حمل میکنین. عزیزان امروز قدری روغن شادمانی میتونه بارهای شما رو سبک کنه، میتونه کمکتون کنه. خود عیسی مسیح خداوند در اشعیا 61 آیه 3 میگه خداوند مرا مس کرده تا به ایشان ببخشم تاجی به عوض خاکستر، و روغن شادمانی به عوض اون نوحگری، اون روح ترس و غم و اندوه. از این یکی از مهمترین رسالات عیسی مسیح روی زمین این بود که بیا ترسای ما رو بتکونه، غم و اندوه ما رو بتکونه و ما رو در نقش خودش کنار خودش بلند کنه، به ما مقام و اعتبار بده. نه فقط همین، بلکه با روغن شادمانی، آن روغن روحانی که متمایز از تمامی این شادی های روی زمین، ما رو برکت بده. آمین. برای همین اومدن او به زمین، این پادشاه راستین و امین ما، بر حق ما، وقتی خواست بیاد روی این زمین، اومدنش بشارت خوشی بود. وقتی چوپانان در اون بیابان باب لوقا باب 2 داشتن دنبال نشانه ها بودن، فرشته ها بر اونا ظاهر شدن و گفتن ما ترسید، اینک بشارت خوشی عظیم به شما دارم، و تولد عیسی مسیح رو بشارت دادن. عزیزان وقتی نزدیک ترک کردن این جهان خاکی بود، وعده روح القدس رو به پیروان عزیزش داد. در یوحنا باب 14، یوحنا باب 15 میگه این رو به شما گفتم تا خوشی من در شما کامل بشه. عزیزان شادی شما به کمال برسه. عزیزان میخوام فکر کنی، خوشی خود خداوند ها، اون شادی خود خداوند، نه خوشی دیگه ای، خوشی خداوند، اون شادی که از عالم بالاست، جنسش آسمانیه عزیزان. و تنها و تنها این نوع شادی ثمره توکل و ایمان ماست. کتاب نهیمیا باب 10:8 میگه شادی خداوند قوت ماست. اصلا چه کلام پرقدرتی، چه وعده شگفت انگیزی. یعنی خوشی خود خداوندی، اون خوشی که از جنس خداونده. عزیزان وقتی کتاب مقدس رو باز میکنی، وعده های خداوند چنان پر از فراوانیه که هیچ چاره ای به جز شادمانی نداریم. سرور خداوند، شادی خداوند قوت ماست. اون خوشی که هرگز و هرگز وابسته به هیچ شرایطی نیست. تمام شادی های ما که دنبالش هستیم تو خالیه، میان توهیه. تمام اون سعادتمندی های انسانی ما که صبح تا شب داریم عرق میریزیم دنبالش هستیم، نهفته در بسرهای فروپاشیه، بیمایه، بیدوام. اما خوشی روح القدس
اون خوشی خداوندی که ثمره روحه و فقط و فقط از طریق ایمان به کلام مقدس و حیرت انگیز خدا و وعده های او توی زندگی ما جاری میشه. وقتی در این مسیر سعی میکردم یه متن رو پیدا کنم، یه آیه هایی رو پیدا کنم، عزیزان، که بتونیم در این روزها خودمون رو خیلی واضح تو اون پیدا کنیم، بتونیم با اون تماس برقرار کنیم. یه پیام، یه آیه، یه متنی که سیستم ایمنی بدن مقدس مسیح رو قوی کنه، بتونه یه خوراکی پر ویتامین به تک تک عزیزان برسونه. وقتی کنکاش میگشتم هیچ جا به اندازه مزمور 46 پیدا نکردم. انگار این مزمور در زمان ما نوشته شده عزیزان، انگار تک تک ما به زبان خودمون با فکرهای خودمون این مزمور رو نوشتیم. انگار این مزمور در این هول و هوش این اتفاقات افتاده و داره نوشته میشه. خداوند مرجع و قوت من است، خداوند مرجع و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً و فراوان یافت میشود، پس نخواهیم ترسید. عزیزان، میخوام به دور این کلمه پس یه دایره بزنی، قرمزش کنی، سرخ و زرد و آبیش کنی، چون انقدر این واژه مهمه، مثل که واژه اماس، مثل واژه لیکنه، ربط داره، پل ایجاد میکنه. مزمور نویس میگه خدا مرجع و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فورا یافت میشه. پس اگه این متن رو فهمیدی، اگه این پاراگراف رو فهمیدی، اگه تو مغز تو قلبت رفت که خدا مرجع و قوت ماست، پس میتونی پس بگی نخواهیم ترسید. عزیزان، پس نخواهیم ترسید اگرچه جهان مبدل شود که داریم میبینیم، اگرچه کوها در قعر دریا به لرزش آید، اگرچه آبهایش به جوش آیند و آبهایش کف بالا بیاره، آشوب کنه، ما نخواهیم ترسید. چرا؟ چون نهریست که شعبه هایش شهر خدا رو فرحناک می سازد. شهر خدا من و تو هستیم، مسکن قدوس حضرت اعلی رو که من و تو هستیم فرحناک می سازه. از این نهر کدوم نهره؟ همون نهری که عیسی مسیح خداوند در یوحنا باب 14 و 15 داره بهش اشاره میکنه، خوشی خودم رو به تو میدم. آمین. خدا در وسط اوست، خدا در وسط اوست، پس جنبش نخواهد خورد. آمین داری یا نه؟ از آمین های ما وقتی با در کمال فهم خدا رو جلال میده. آمین. تایید میکنم که خدا گفته و میشه. بعد میگه در آیه 8، بیا این کارهای خداوند رو نظاره کنیم، بیاین نگاه کنیم ببینیم چه خرابی ها در اقصای جهان به جا گذاشت، چطور جنگ ها رو در کل جهان تسکین میده، چطور کمان رو میشکنه، چطور نیزه ها رو قطع میکنه، چطور عرابه ها رو به آتش میسوزانه. بازیستید اینا رو وقتی نگاه میکنیم، بازیستید، بازیستید، آرام گیرید، توکل کنید، تسلیم باشید، بازیستید، بازیستید، تفکر کنید، تعمق کنید و بدانید که او خداست در میان امتها متعال و در میان جهان متعال خواهد شد، زیرا یهوه سبایوت با ماست، خدای یعقوب قلعه بلند ماست، برج حسین ماست. آمین. فریاد این سرود، فریاد این مزمور چی میگه عزیزان؟ میگه مسیر تاریخ رو یک نفر در دست داره، نه امپراتوران قاصب زمانه، نه کرونا ویروس ها، بلکه بره زب شده که با زبش
حکومت جدیدی رو پایه‌گذاری کرد، پایه‌ریزی کرد. از نا او بر روی صلیب با مرگ و قیامش تعریفی تازه از قدرت و پیروزی به من و تو داد. همان شاهد امینی که بر کل کائنات حکومت میکنه و امروز دعوت میکنه کلیسا رو که بر اثر قدمهای او حرکت کنه. امروز کلیسا رو دعوت میکنه که بر اثر قدمهای او حرکت کنه و این پیروزی رو که روی صلیب به خاطر مرگ و قیام او مهر خورده شد از آن خودش بکنه، بچشه و ببینه حقیقتا خدا چقدر نیکوست. از اون مزمور 46 و پسران قره نوشتن، زمانی نوشته شده بود که سپاه آشور مثل کرونا ویروس به این شهر حمله کرده بود. اورشلیم سخت تحت محاصره بود. شرایط بیرونی و درونی قوم متلاطم پر از آشوب بود. اما مزمور نویس با وجود تمام ترسایی که داره تجربه میکنه از همون اول میگه ما نخواهیم ترسید، ما نخواهیم ترسید، چون خداوند پناهگاه و امن ماست. چون نهریه که داره مسکن خدا توی زندگی های ما جاری میشه که از شعبه های او سلامتی، آرامی، امنیت و به خصوص شادی داره روی قوم خدا جاری میشه. عزیزان در اون زمان وقتی به تاریخ اورشلیم نگاه میکنی، اون زمان نگاه میکنی، تمام شهرها یه نهری در اون شهرها جاری بود، یه رودخونه ای بود، یه مرتعی بود، یه آبی بود که به مردم اون شهر بقا میبخشید، حیات میبخشید. اما اورشلیم سرزمین خیلی خشکی بود، هیچ نهری نداشت. اما مزمور نویس میگه خداونده که به ما بقا میبخشه، خود خداونده که مثل نهر سرشار شادی، تراوت، تازگی به قوم میبخشه، خود خداونده. و بعد میگه بیاین نظاره کنیم، بیاین نگاه کنیم قوم خدا، ببین خدا چه کارهای عظیمی کرده. امروز دعوت من و تو اینه، نظاره کن ببین ای قوم افغان، ای قوم ایران، از چه روزهای سختی عبور کردی، از چه حکومت‌های غاصبی که سایش روی سر تو سنگینی می‌کرد جون سالم به در بردی، از چه بیماری‌هایی، از چه آزارهایی. به قول ما ایرانی ها پام سرمون پای دار رفت اما بالای دار نرفت. عزیزان از چه روزهایی گذشتیم؟ من و تو فولاد آب دیده هستیم، باد بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم. ما خوانده شدیم که به وعده های خدا، به کلام خدا، به قول های خدا آویزون بشیم، نه فقط این ترسا را خودمون بتکونیم، بلکه کمک کنیم به دیگران که استوار و پایدار بیستن تا این بلای شوم از روی سر تک تک افراد عبور کنه. ما خوانده شدیم مثل پسران قره به جان خودمون بگیم بازیست، توکل کن، آروم بگیر و بدان که او خداست. عزیزان حتما متوجه هستیم منظور پسران قره و الان من این نیست که دردها و مشکلاتو نادیده بگیریم یا اینکه از مراقبت‌های خاص پزشکی با بیخیالی چشم‌پوشی کنیم. منظور من این نیست، بلکه وقتی ما ایمان میاریم و توکل می‌کنیم به خدایی که در حاکمیت مطلق خودش داره سلطنت می‌کنه و هیچ چیزی از زیر دستای او در نشده، اصلا یه جوری از درون متحول می‌شیم. باور میکنین؟ یه جوری درون ما غیر قابل توضیحه، فقط ترس به ایمان مبدل میشه، غم و اندوه به شادی، ناامیدی به شادی مبدل میشه. همون شادی که عزیزان منظورم هست از اعتماد و توکل به خداست، شادی که اون شادی خداوندی که یک نگاه خاص به تو میده، یه تلسکوپ خاص به تو میده، یه فضایی در ذهن تو ایجاد میکنه عزیزان که از این اوضاع و شرایط نترسی،
بلکه با ایمان و توکل عبور کنی. مثل مزمور نویس از خیره نشد به اخبار، این همه هجوم اطلاعات منفی که صبح تا شب میشنویم هی هم برای این اون میفرستیم، بلکه این شادی خداوند افق دید ما رو آسمانی میکنه. پولس یادتونه تو اول قرنتیان میگه فوق از طاقتم، تو درد و رنج و ترس و نگه همه جور تجربه‌ای داشته، میگه فتوای موت بر من داده شد به خاطر اون مشکلاتی که ازش عبور کردم. ولی همین پولس در سخت‌ترین شرایطش بازم در فیلیپیان باب 4 با آیه 4 میگه شاد باشید، شاد باشید. نفهمیدین؟ اگه نفهمیدین باز هم میگویم شاد باشید و اعتدال شما به جمعی انسانها معروف باشه به عنوان یک کلیسا. آمین. و در آیه 6 میگه مشکلات خودتو، نگرانی های خودتو، استراب خودتو بده به خدا، با شکرگزاری با دعا بده به خدا تا سلامتی خدا، اون شالوم خدا که تو شادیه، قوت فکر و ذهن تو رو در بر بگیره، جوری در بر بگیره که عقل تو درک تو به اون نمیرسه. عزیزان شادی خداوند محصول روحه و در دل ایمانداران راستین قرار داره عزیزان، و این به این معنا نیست که ما اصلا مایوس نمیشیم یا دائما خنده های تصنعی به این اون تحویل بدیم که همه فکر کنن ما شادیم، بلکه این منبع شادی کمک میکنه عزیزان، به ما قوت میده تا مثل پولس بگیم با این که در زحمت هستم ولی در شکنجه نیستم، با اینکه ظرف خاکیم داره ترک میخوره در این دردها ولی هنوز خورد نشدم، با اینکه در روح فقیرم اما بسیاری رو دولتمند میسازم، با اینکه در حال موتم ولی هنوز زنده‌ام، هللویا، با اینکه محزون میشم از این چیزایی که میشنوم ولی دائما شادمانم. عزیزا این دعوت ماست. بعضی از زخم و دردها شاید هرگز خوب نشه، هرگز شفا نیافه، این ور جلال، این ور صلیب، ولی یک روز ما عیسی مسیح رو خواهیم دید، یک روز رو در جلال خواهیم دید، تمام این دردهای زمان حاضر رنگ میپازه در حضور پر جلال او. تیتوس میگه نگاه کن، منتظر اون نجات دهنده خودت باش، اون امید مبارک، اون امید ناپژمرده رو دائما در این دل خودت، ذهن خودت زنده نگه دار عزیزان. یکی از مواردی که شادی خداوند رو به جز توکل و ایمان در ما افزایش میده نگاه کردن، خیره شدن به اون امید مبارکه، به اون جهان باقی، اون سرزمین سماوی، اون وطنی که مال ماست. ما اینجا در غریب و اجنبی هستیم. خود عیسی مسیح در لوقا باب 21 آیه 18 میگه، هفته پیشم پاستور راجبش صحبت کرد، میگه چون این نشانه های آمدن من میاد راست بیستید، سرهای خودتو انقدر تو مشکلات غرقه نشو، به سوی بالا بدوز، از آن جهت که خلاصی تو نزدیکه، از خلاصی این جسم نزدیکه، فانی قراره به بقا آراسته بشه، لباس نفس قراره تن در بیاد، ردای روحانی که برازنده عروس خداست بر تن او قرار بگیره. این حقیقته، تو اینا غرقه بشو. آمدن شاه شاهان نزدیکه، اون پادشاه خواهد اومد. اشعیا میگه پادشاه خواهد اومد و سلطنت او را انتهایی نخواهد بود. این امید مبارک مثل یه لنگر امن و محکمیه عزیزان، که ما رو درون حجاب قرار میده، اونجایی که عیسی مسیح کاهن اعظم ما به نمایندگی تک تک ما قرار گرفت، قدس الاقداس، اونجایی که با عیسی مسیح متحد میشی،
این لنگر تو، لنگر تو، قلاب تو اینجا بنداز، به اون وضع شو. در وعده های خدا، کلام خدا، ترسا میاد، کشیده میشی، از خدا جدا میشی، چون وصلی دوباره قوی تر. درون حجاب عیسی مسیح خداوند، این پادشاه راستین و بر حق ما دوباره وصل میشی، دوباره خوشی روح القدس در این چرخه سرور خداوند قوت تو میشه، دوباره وصل میشی. عزیزان، و این امید عامل خیلی مهمی عزیزان در شادی خداوند، و باعث میشه با چشم همینطور دائما خیره بشیم، چشم بدوزیم به اون جهان جاودانی که روزی تا ابد با اون مسکن خواهیم گزید. و این نوعی گریز واقعیت نیست عزیزان ها، خیالاتی زندگی کردن نیست. تمام انسان هایی که تأثیرات خیلی عظیمی روی این زمین داشتن کسانی بودن که چشم دوختن به اون جهان باقی و منتظرانه با شادی دنبال اون امید مبارک بودن. شخصی میگفت کسایی که دائما مشغول زمینن، احتیاجات شخصی خودشون پر از خودخواهی، فقط من زنم، بچه من، شوهر من، اونا اون جهان را هم از دست میدن. ولی کسایی که با چشم دوختن به آسمان و اون امید مبارک زندگی میکنن، هم آسمان رو دارن هم زمین رو. ما رسولان مبارک خداوند ما عیسی مسیح رو میبینیم چطور با چشم دوختن به اون جهان باقی، امپراتوری روم رو، اون جمعیت عظیم رو در مسیر پذیرش ایمان قرار داد. ما مسیحیان انگلستان رو میبینیم چطور با چشم دوختن به اون امید مبارک و ناپژمرده قانون شوم بردهداری رو برای همیشه لغو کردن. چرا عزیزان باید چشم بدوزیم؟ چون حقیقت محضه. آینده ما یه آینده فرافیزیکی نیست. ما یک سری روحای سرگردون در یک جای ناشناخته نخواهیم رفت. این یک الهیات غلطه که امید و شادی رو از ما میدزده. آیاتی را کلام خدا، آیات عظیم، شگفت‌انگیز، حقیقتاً هر دفعه که میخونم قلب من به وجد میاد. انقدر عظیم و شگفت‌انگیزه که باید ده ها بار اینو خون. میخوام به احترام کلام خدا بیستیم و این کلام رو با احترام گوش بدیم عزیزان. و دیدم آسمانی جدید، در مکاشفه باب 21 از آیه 1، دیدم آسمانی جدید و زمینی جدید، چون که آسمان اول و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد. و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب خدا از آسمان نازل می شود، حاضر شده چون عروسی که برای شوهر خود آراسته است. و آوازی بلند از آسمان شنیدم که می گفت اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او خواهند بود و خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود و خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت نخواهد بود، ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود، زیرا که چیزهای اولین درگذشت. و آن تخت‌نشین گفت اینک الحال همه چیز را نو خواهم ساخت. عزیزان، دیدم شهر آسمانی، این محصول الهی، این فضای روحانی، بفرمایید عزیزان، این فضای ملکوتی در بین ماست. چی داره میگه؟ این خود خدا هست که نه فقط 2000 سال پیش، بلکه به زودی خواهد آمد و دوباره با شکوه و جلال، نه مثل برای زب شده، بلکه با عظمت شاهنشاهی خودش روی این زمین حکفرمایی میکنه. آمین. زمین نیکوی خدا داره از هر ساختار گناهالود از انسانی پاک میشه، از هر فساد، از هر تباهی داره نجات پیدا میکنه. این در پروژه خداوند بوده و هست عزیزان. در حوزه سیاست، در حوزه اجتماعی، در حوزه محیط زیست،
تمام این قسمت ها خداوند داره فعالانه کار میکنه. نجاتی که شفایی که ما به وسیله تولد تازه پیدا کردیم در اون اورشلیم آسمانی، در اون خانه آسمانی به کمال خواهد رسید. آنجایی که تمام اون دردهایی که خیلی از دردها شاید شفا نیابه، دردهای نفسانی ما، این کلام داره میگه اون دردهای نفسانی، اون دردهای شخصی که شاید هیچ وقت شفا پیدا نکنه، اونجا شفا خواهد یافت. زخم‌ها و دردهای تبعیض نژادی شفا خواهد یافت. اون دردهای فرهنگی و قومی اونجا شفا خواهد یافت عزیزان. اون زخم‌ها و رنج‌هایی که تاریخ مکررن بر پیکره ملت‌ها وارد کرده و هنوز باقی است، در اونجا شفای آنی خواهد یافت. خدا هر اشکی رو از چشمای ما پاک خواهد کرد و دیگر موت نخواهد بود، ماتم و ناله نخواهد بود، زیرا که چیزهای اولین درگذشت و آن تخت‌نشین اینک همه چیز را نو می‌سازد. اصلا این یک شادیه، یک چشمه شادی باید در وجود ما فوران کنه. فقط حتی اگه روزی 5 دقیقه چشم بدوزیم به اون وطن سماویمون، اون جایی که یک ابدیت اونجا خواهیم بود. بیایم امروز هرچه مانع است عزیزان که توکل و ایمان رو اما میدوزده، هر آنچه که مایه است، مانع هست که اون امید مبارک، اون شهر خدا که ما تو اون زندگی خواهیم کرد زیر برفای مشکلات مدفون بشه، بیایم بدیم به خداوند. همطور که پاستور هفته پیش گفت، جدا بشیم از افکار و شیوه و رفتارهای این دنیا، زیرا عدالت رو با گناه چه رفاقت عزیزان. در این زمانها که امروز هم میخوایم عشای ربانی برداریم، این بزرگترین دعوت کلیساست، برای اینکه اون توکل، ایمان و امید مبارک گرگاهاش باز شه و جاری شه در دل کلیسا، زیرا نور را با ظلمت چه شراکت، مسیح را با بلیال چه مناسبت عزیزان، مؤمن را با کافر چه نصیب، چون که شما هیکل خداوند هستین، مسکن خدای قدوس هستین و خدا رغبت داره که در شما ساکن بشه. بیایم امروز هرچی که ترس، یأس، شک، نااطاعتی، تلخی، کینه، که تمام اینا وقتی موشکافی میکنی میبینی ریشش تماما در عدم توکل و ایمان و نداشتن اون امید مبارک در جان ما رخنه میکنه، از اون بدیم به خداوند. یکی از کتب معروف یهودیان اسمش تلموده، گفته خیلی زیبایی داره، میگه انسان‌ها به خاطر اون شادی‌های خالصی که باید داشتن و توش زندگی می‌کردن ولی مفت باختن، به خدا جوابگو خواهم بود، چون که خدای تو را بیشتر از رفقایت و روغن شادمانی در عیسی مسیح مس کرده عزیزان. بذار گرگاه ها باز شه که این خوشی روح القدس بیرون بیاد. هرگز باور نکن کسی که 6 قدح آب سنگی رو تبدیل به شراب کرد، امروز میخواد تو رو از شادی محروم کنه. از آن رقص شادی ما رو با خدای آفریننده رقص و شادی و زیبایی و هنر یک میکنه. خدا آفرید. بیایم عمدن امروز به لولاهای دلمون قدری روغن شادمانی بزنیم. آمین. بیایم عمدن شاد باشیم، بخندیم، شادی رو وارد زندگیمون بکنیم. از شوخ طبعی و جوک‌های هوشمندانه رو یاد بگیریم، به هم بگیم، فیلم‌های کمدی ببینیم به جای این چرت و پرت‌های اکشن و نمیدونم خون و خونریزی، لطیفه های سالم به هم بگیم. بیایم قوه تخیلمون رو قوی کنیم عزیزان. قوه تخیل خدا داده که چیزهای عالی توش نقش ببنده که ثمرش شادی و امید و ایمان باشه. قوه تخیل تک تک ما خیلی ضعیف شده عزیزان، نه فقط ضعیف شده، یه موقع عاملیه در دست شیطان که اونجا رژه بره، جولون بده با ترس و نگرانی و افکار منفی. بیایم سبک بالانه بخندیم، کودکانه بخندیم، بیایم برقصیم عزیزان. یه سرودی هست میگه خداوند شادی رو دوست داره،
خداوند آزادی رو دوست داره. بیایم به جای مباحثات بیهوده که هیچ وقت تموم نمیشه، این نزاهای بی ثمر، این گوش دادن به اخبارهای منفی، بذاریم خودمون رو در دستای این چرخه مبارکی که خدا برای ما گذاشت، چرخه حیات. چیه این چرخه حیات؟ شادی خداوندی که وقتی میچشیم قوت میابیم و این قوت دوباره ما رو در این شادی خداوند قرار میده. بیایم با هم خودمون رو در این چرخه قرار بدیم. عیسی مسیح خودش میگه وقتی نشانه های زمان آخر میاد، راست بیستین، سر خودتون رو بلند کنین، دوچار خوف نشین، شادی کنین. چرا؟ چون خلاصیتون نزدیکه. خلاصیتون نزدیکه. این خیمه موقتی داره به یه عمارت شکوهمند تبدیل میشه عزیزان. فانی داره به بقا آراسته میشه. میتونی اینو بفهمی؟ میتونی این تخیل و تصور رو تو ذهنت قوی کنی؟ بگذار روح تو، روان تو در این چیزهایی که حقیقیه نادیدنیه، ولی از اون چی که نادیدنی حقیقی ترینه در اون قوته بخوره، با اون پیوند بخوره. چشمای خودمونو ببندیم عزیزان. هللویا. خدای عالی، خدایی که امروز هم سخن گفتی، به خاطر رحمت خودت، به خاطر فیض خودت، به خاطر عظمت خودت امروز هم با ما سخن گفتی. امروز هم به جانهای ما گفتی این مرد زوراور، این زن زوراور، یهوه خدا با توست، در جانت قوی شو. خداوند میخوام بگم هر لحظه، هر ساعت، خداوند تک تک ما به تو احتیاج داریم. و هر نفسی که میکشیم اگه تو قوت ندی این نفس بیرون نمیاد. خداوند یادمون بنداز که ما مخلوقیم و تو خالق، و این روزها باعث بشه که بیشتر آویزون تو بشیم با ایمان و توکل، و چشمامون از شرایط خداوند این بحرانهایی که از هر در به سوی کلیسای تو، به سوی ملتها میاد، خداوند این آشوبها، این تلاطمها، این ترسا، خداوند تو بقیتی رو میخوای در این زمانها بلند کنی که حقیقتا نشانه ها و خصوصیت اون پادشاهی خدا که صلح، سلامتی، شادیست در اونها دیده بشه. خداوند دعا میکنی یه چشمانداز تازه امروز به ما بدی. امروز چشمامونو خداوند ما رو تشویق کن در روح، در جانمون، که به جان خودمون نهیب بزنیم. هر دفعه که این ترسا هجوم میاره، این عادتهای کهنه که شرطی شده در ذهن ما، گاهن بعضی ها هستن انگار نمیتونن ازش خلاص بشن، فقط قوت روح القدس رو روی کلیسای تو اعلام میکنم، قدرت روح القدس و حیات روح القدس و امداد الهی رو روی کلیسای مجید تو اعلام میکنم که در جانش قوی شه، در جانش زوراور شه. پدر دعا میکنم که کمکمون کنی در این زمانها. کلیسای تو احتیاج به یه بیداری داره، یه بیداری خداوند که چشم بدوزه به اون امید مبارک، اون نجات دهنده رحیم و عزیز ما که داره میاد بر دره، و تمام این نشانه ها باید خوشی روح القدس به ما بده که از این آه کشیدن، دردهای زه کشیدن که تمامی خلقت و کائنات در حال درد کشیدنه، که کی پسران و دختران خدا آزادی رو تجربه میکنن. خدا من اون دردهای زه داره به پایان میرسه و آزادی دختران و پسران خدا داره از دور تحیت گفته میشه. خدای شکرت میکنم که به زودی خداوند ما نه فقط روی زمین خواهیم رقصید، خواهیم خندید، بلکه ما عروسانی خواهیم بود که با پسر انسان، عروسان پرجلالی که اونجا خواهیم خندید، خواهیم رقصید با پسر انسان و کلیسای پرجلال او. خداوند دعا میکنم این دورنمای عالی رو در ذهنای ما حک کنی تا سایه شوم این بلاها خداوند کلیسای تو رخت ببنده، از روی ملت ها رخت ببنده، و کلیسا در روح قوی بشه تا بتونه این حیات و شادی و ایمان و توکل رو به دنیا جاری کنه، مثل نهر سرشار به دنیا جاری کنه، تا در آخر باشه که نام عزیز تو، نام قدوس تو، ای پادشاه، ای پادشاه برحق،
ای پادشاهی که با به دنیا اومدنت یه کودتا تو این زمین به ضد شیطان و شرارت به جا به راه انداختی و میخوای کلیسای تو در این کودتا با ایمان شادی توکل جلو برن خداوند، اصلا در این زمانها خداوند که کلیسای تو احساس میکنم مثل زمانهایی که دوران جنگی که ما گذروندیم تو جاهای زیرزمینی میرفتیم یواشکی اخبارها رو گوش میکردیم، خداوند دعا میکنم کلیسای مجید تو بفهمه در این جایی که تو ساختی هر هفته با امید و ایمان جمع شن تا اون اخبارها اون چیزهای مخفی که تو میخوای خدا از آسمانت به کلیسای تو مخابره کنی، در این زمانهایی که تو کودتا انجام دادی در روی زمین و پیروزی تو نزدیکه تا کلیسای تو در جان خودش قوت بیابه و همچون سربازانی غیور برای تو بیستن خداوند، با لباسی پوشیده شده از رزم، کلاخود نجات، زره عدالت که از احساس و عاطفه اونا نگهداری کنه، این کمربند راستی و کمر ما باشه خداوند که راستی تو ما رو نگه داره، این زره عدالت شمشیر روح که کمره که کلام تو بر دستای ما قرار بگیره و خداوند باشه که کلیسای مجید تو با نعلین انجیل سلامتی خداوند خبر خوش بشارت انجیل رو به دنیای محروم و رو به هلاک برسونه و اون خوشی و شادی که تو میدی که قوت ماست، که قوتی که باعث میشه به جهان بریم سرزمین های دلها رو برای تو تصرف کنیم تا اینکه نام تو ای شاه پادشاه عزیز ما، ای پادشاه راستین ما، ای پادشاه برحق ما تا ابدالآباد جلال بیابد، در نام عیسی مسیح کلیسای خداوند بگه آمین و آمین.